خب زبان باعث قدبندی میشه. قدبندی چی است؟ قدبندی همین است که ما چیزها را از نظر افراد و تفرید دستبندی کنیم یا درک کنیم. مثلا میگیم غنی یا فقیر، در یک طرف غنی است و در یک طرف فقیر، دو قطب یک دیگر، زیبا یا زشت، یک طرف زیباست یک طرف زشت، بزرگ و کوچک، کم و زیاد، خوب و بد، هوشمند و احمق، اینا همه گی زبان قدبندی است. اما این را در نظر نمیگیریم که در بین غنی یا فقیر چیزهای دیگه هم وجود دارن. در بین زیبا یا زشتی نیست که اشیا همه گی یا زیبا یا زشت باشه، چیزهای دیگر هم. در بین کم و زیاد هم میبینیم که چیزهای دیگری وجود دارن. این همی قسم تفکر قاطع توسط زبان که یک چیزی را غنی گروه فقیر و چیزی را زیبا زیشت، این باعثی این یک تفکر قاطع توسط زبان بسیاری وقت موضوع را بدتر و شدیدتر میکنه. یعنی ما وقتی که در یک منازعه میبینیم اینطور نیست که فکر کنیم که وقتی در یک منازعه باشه بگیم تمام کاری را که یک طرف میکنه، اگر طرف منازعه باشیم درست و طرف مقابل ما که میکنه همه گی نادرست است. چنین حالتی وضع بدتر میکنه. این هم قدبندی که یک طرف خود درست محق بودن و طرف دیگر برحق نفهمه، این قدبندی باعث از این میشه که رابطه را خراب بکنه، نتیجه خرابی داشته باشه و منازعه را به حد شدید بکنه که دیگه برقراری ارتباط سالم بین اطراف دشوار باشه. اینمی شدت گرفتن در مطالعات صلح نوسان میگن. نوسان یعنی ایست که یک شخصی در مورد یک واقعیت، یک وضعیت احساسی، در نظریات و قضاوت های ارزشی از او از جهان چه قسم فکر میکنه، چه قسم میفهمه. یعنی نوسان نمایانگری از تفکر شخص است در مورد یک واقعیت، یک وضعیت، یک احساس، قضاوت ارزشی از او از جهان است. خب حالا اگر اینمی نوسان، اگر ما وضعیت ما طوری باشه که در مرکز قرار داشته باشیم یا نزدیک مرکز قرار داشته باشیم، یعنی درک ما واقع بینانه باشه، عاقلانه باشه، هوشمندانه باشه و شرافتمندانه باشه، این نوسان در مرکز یا در نزدیک مرکز قرار داره. البته هر طرف باور میکنه که نوسانات از او، یعنی طرز دیدی از او، تفکری از او در وسط قرار داره یا در نزدیکی وسط قرار داره، اما در واقع چنین نیست. وقتی که بین دو طرف اختلافاتشان در درک یک واقعیت، یک موضوع یا نوساناتشان به طرف مخالف حرکت کنند، یعنی از مرکز به دور شود، میبینیم که وضعیت در بین آنها چقدر به بدی یا به شدت اختلافاتشان به طرف شدت میره. در این زمان است که اگر گفتگوی بین از اونا شود، سخن یکیش از دیگرش تحمل شنیدنش نداره، عکس العمل شدیدی در برابرش ابراز میکنه. وقتی که گفتگو صورت بگیره، جدی شود، عکس العمل های این در برابر یک دیگرشان شدید میباشه و هر دو در این صورت مواقفی را میگیرن که افراطی هست، یعنی از عدالت، از هوشمندی، از عاقلانه، از واقع بینانه، از اینها با دور میشه. مثلا شما ببینید گاهی دیده باشین، شما محصلین که با هم چند در یک اتاق باشه، گاهی در سر تمیز کردن اتاق اینمی وضعیت با اینشون میآید که میگه تو تمیز بکن، تو تمیز بکن. وقتی که اون نوسان فکر تفکرشان در مورد اینه پاک کردن اتاق در مرکز نباشه، به طرف افراط و تفرید بروه، در مابین از اینا اختلافات شدت پیدا میکنه.
چون نوسان نمایانگر تفکر شخص در مورد یک واقعیت و قضاوت های ارزشی از او از جهان است، یعنی از محیط از او است. همین قسم زبان میتونه جنسیتی هم باشه، مثلا مردان و زنان که با یک دیگر صحبت میکنن متفاوت است. بعضی از نظریه های ارتباط زبان مدعی استن که مردان همیشه تمایلشان همیست که زبان قاطع استفاده کنن و زنها طوری استفاده میکنن که روابط اجتماعی را حفظ بکنن و ایجاد بکنن، و با میگوین که مردها از زبان طوری استفاده میکنن که میخوان قبل شنونده غلبه داشته باشن یا رقابت کنن. اما در هر صورت هرچی که باشه بازی هرچی که باشه در بازی ارتباطات برای زن و مرد یکسان است، قایده هاش مختلف است اما بازی یکسان است. یعنی در بین زن و مرد هم منازعه به سبب اختلاف استعمال زبان میتونه با وجود بیاید، مخصوصا در زبان اگر در خانواده هم به درست استفاده نشه باعث اختلافات خانوادگی هم میشه. خب تا اینجا به این بود، حالا میگیم که از زبان چگونه میتونیم به طور مؤثر استفاده کنیم. چگونه از زبان به طور مؤثر میشه استفاده کرد؟ با عنوان یک دانش آموز صلح باید تلاش شود که استفاده از زبان کارآمد آموخته شود. استفاده از زبان تنها توسط آموزش خود کامل نمی شود. که شما زبان درست بیاموزین، چی معنا داره چی نداره، آشکار باشه روشن باشه سریع باشه، اینا را بیاموزین. این زبان استفاده از زبان و تجربه هم نیاز داره که سالها باید تجربه بکنید تا زبان را درست و کار ببرید. چیزهای زیادی وجود دارد که در استفاده مؤثر از زبان مفید است که با چند تای از او ما میپردازیم و دیده باشیم که بسیاری کسا هست که زبان خوب درست میدانند ولی این استفاده از زبان طوری استفاده میکنن که شنونده در برابرش عکس العمل نشان بده، یا شنونده از حرفی از او را درست تفسیر نکنه یا با خود تغییر بپنداره و بالاخره از خود یک عکس العمل نشان بده. خب از این جمله که توجه داشته باشیم که وقتی ما از زبان طور دقیق استفاده کنیم در حقیقت تانستیم که با طور مؤثر از زبان استفاده کنیم. وقتی که سخن میگوییم باید از زبان درست استفاده کنیم. زبان اگر درست نباشه مطلب ما را شنونده نادرست میگیره. اگر یک کلمه نادرست در پیام باشه، یک کلمه که قابل فهم نباشه یا معنای نادرستی داشته باشه، با او کسی که ما پیام داریم یا پیام گیرنده گمراه میشه. وقتی که درست گیرنده درست پیام نگرفت، اعتبار فرستنده پیام هم از بین میره، یعنی مطلب خود با طرف مقابل درست نفهمانده. لحاظا باید گوینده وقتی که سخن میگویه باید خودم مطمئن بکنه اولمی که هدفش در پیامش وجود داره و به طوری صریح بیان شده و با دقت بیان شده، و این وقت میشه که همیشه از خود بپرسه چی میخوام بگویم. این قبل از سخن گفتم از خود بگویم چی میخوام بگویم، مخدای بپرسه هدف من چیست از گفتم. بعد از او باید به این فکر باشه که جایی برای سوء تعبیر در شنونده باقی نگذاره. این استفاده از زبان دقیق است. پیش از اینکه یک پیام را به کسی می فرستیم
ببینید چی میخواییم بگوییم. خب هدف ما از گفتن ای پیام چیست؟ ای سخن چیست؟ و آیا در سخن ما کدام جای برای سوی تعبیر برای شنونده باقی میماند یا نه؟ و همین قسم استفاده از زبان صریح هست. زبان باید صراحت بیان کنه مطلب خود. یعنی وقتی میخواین که ارتباط با پیامتان با دیگری برقرار بکنین، ارتباط مؤثر باشه، باید پیامتان متحرک باشه، جالب باشه، کلامتان مستقیم باشه، با صدای رسا باشه و در شنونده احساس تولید هیجان بکنه، فوریت داشته باشه و در او چیزی که میگوین او را قوی بسازد، تقویت کنه، مطلبی را که بیان میکنین با قوت بیان شود. وقتی که کلام به این قسم بیان شود، با این صراحت زبان بیان شود، در شنونده یک احساسی را با وجود میاد که باید با کسی که سخن میگوید گوش بده. حالی من دیده باشین که یکان کسی یا یکان استاد که در صنفان لکچر را دوام میده، بسیاری شاگرد را بخواب میرن و خاطر از اینکه شاگرد کلام مستقیم با خودش در ارتباط نمیبینه یا صدای استاد درست نمیشنه، لحاظا بهتر میبینه که خود کن. یا صدای استاد، حرف استاد در شاگرد احساس تولید نمی کنه، یا شاگرد فکر میبینه که فوریت نداره، این مسئله برای از او چندان فوریت نداره، لحاظا در شنونده در شاگرد احساسی را ایجاد نمی کنه که به سخن استاد گوش بده. فکر میکنه که خب چیزی را که میگوید استاد میگه مهم نیست، اما اگر کلام مستقیم باشه، صدا رسا باشه، تولید احساس بکنه، فوریت داشته باشه، در شارت احساس به وجود میاره و با سخن استاد گوش میکنه و فکر میکنه که سخن بسیار مهم است، نباید از این غافل بانه. لحاظا میبینیم که مردم همیشه به پیام های سریع با دقت گوش میتنید که پیام هدفش معلوم نباشه با او گوش نمیتن، مردم به پیام های جذاب گوش میتن. نمیبینیم که در اعلانات تجارتی چقدر کوشش میکنن که یک اعلان جذاب بسازن که تا مردم با او بینه. اگر او را جذاب نسازن، یعنی با دروغ و با چیزهای دیگری یک جان نکنن، مردم با اونا گوش نمیتن و نمیبینن. دیگر از این که زبان به طور درست استفاده شود نیست که از زبان به طور فوری، کلام به طور فوری باشه، یعنی شنونده او را هیچ احساس نکنه که خب برو امسال نه به سال آینده ای مثلا میشه، باید شنونده فکر کنه که پیام فوری است، همین لحظه ضرورت است برش. لحاظا باید سخن مستقیم و بی واسطه شنونده باشه، بین گوینده و شنونده واسطه ای نداشته باشه، یعنی پیام مستقیما با شنونده ارتباط داشته باشه. کلام بی واسطه شنونده را در متن موضوع قرار میده، یعنی سخن طوری باید بگویه که شنونده فکر کنه که اینمی سخن متوجه از اوست. مثلا اگر جملات طوری باشه که مستقیم نباشه، بی واسطه نباشه، چندان جلب توجه نمیکنه. مثلا یک مثال ما میگوییم که ما قطعا چهار جمله را با یک دیگر میبینیم، ما قطعا از بازی فوتبال لذت میبریم. ما گفتیم مستقیما لذت بردن از بازی فوتبال به ما تعلق داره، من و شما از بازی فوتبال لذت میبریم. من و شما گفتیم حالا واسطه در اینجا، من و شما هم میبریم. فکر میکنم من و شما از بازی فوتبال لذت میبریم، اینجا فکر میکنم، یعنی معلوم درست نیست که آیا میبریم یا نمیبریم. در جمله اول ببینیم مستقیم است که لذت میبریم، در جمله دوم واسطه پیدا میشه، در جمله سوم میبینیم که فکر میکنیم که آیا
لذت میبریم، یعنی این فکر میکنیم درست است یا نادرست. مردم اغلب از بازی فوتبال لذت میبرند غیر مستقیم از مردم. اما جمله اول که به طور مستقیم است رابطه شنونده و گوینده را ما برقرار کرده و یک ارتباط مستقیم به وجود آورده. سخن صریح است و با گفتن ما شنونده و گوینده هر دو یک می شود و نسبت به جملات بعدی از قاطعیت ارتباط شنونده و گوینده بحث میکنه و بیان میکنه. لحاظا زمان اگر از فوریت داشته باشه فاصله را کم میکنه و نزدیک میسازه. چیز دیگری که در استفاده از زبان و طور مؤثر ضرورت است، او از زبان مناسب است. استفاده از زبان مناسب مؤثریت زبان بیشتر میکنه. هر وقتی که ما شما صحبت میکنیم شنونده داریم، یعنی شنوندگان شما از شیوه کلامی که شما استفاده میکنید، از روش کلامی که شما استفاده میکنید، صحبتی که شما میکنید انتظارات خاص دارند. لحاظا شیوه ها یا روش های متفاوت استفاده از کلام برای حالات متفاوت مناسب است. یعنی ما در هر حالت نباید از یک شیوه استفاده کنیم. باید استفاده از زبان با حالاتی که میخواییم استفاده کنیم با او حالات مناسب باشه، یعنی در حالات متفاوت باشه. مثلا شما وقتی برای یک جای می رویم برای یک تعزیت، اما اگر شما از حالت یک جشن در اونجا صحبت بکنین می شود اجابی اختلاف می کنه و درست و مناسب نمی باشه. یا یک جشن یا یک میله می رویم و شما از اونجا از روشی که در از زبانی که در تعزیت استفاده میکنین در اونجا استفاده کنین کار مناسب نیست. لحاظا باید با هر حالت زبان مناسبی هم حالت استفاده شد. یا به شکل دیگر شما وقتی که میخواین اگر یک مثال روشن بتیم باشه، میخواین که با رئیس دانشگاهتان صحبت کنین یا رئیس اتحادیه محصلان صحبت کنین، صحبتاتون در این صورت بسیار رسمی می باشه، حالتی رسمیت پیدا میکنه و روش سخن زدنتون از قبل در نظر میگیرین و او روشی را که با همسنفیاتون صحبت میکنین و با اونا طور شوخی هم میکنین چندان رسمی نیست، با همسنفیاتون جدی نیست، اما در مقابل رئیس اتحادیه یا رئیس پوانتونتون این کارا نمیکنین. مثلا شما رئیستان را به اسم مستعارش که دوستاتان از صدا میکنه نام گذاشتین به دوستاتان فلان و بیمدان رو مورد خطاب قرار میدید، معلمتان را با او نام یا با او چیزا مورد خطاب قرار نمیدید. شما گاهی دیدن که با بسیاری همسنفیاتان نامای خودتان دادین و او را صدا به من نام میکنین که نامی اصلیش هم نیست، خطاب میدید، خطاب میکنین، مورد خطاب قرار میدید. اما معلمتان هم که با وجود از اینکه به معلمینتان هم گاهی نام میتین، ولی در برابر از او از اون نام به اون نام او را خطاب نمی کنین و صدا نمی زنین. لحاظا استعمال شیوه نامناسب کلام، یعنی شیوه که مطابق به حالات مورد نظر نباشه، و اعتبار گوینده لطمه می زن. اگر شما مثلا با رئیستان رئیس پوانتونتان مثل یک رفیقتان
سخن میگوین در حقیقت نشان میده که شما اعتبار این محصلی درستی نیستین. اعتبار شما، اعتماد شما، اخلاق شما زیر سوال میره و حتی امکان داره که او پیام شما یا او حرف شما، مطلب شما سوء تفاهم هم ایجاب کنه که دو آدم خوش اخلاق نیستین و شاید مطلب دیگه ای داشته باشین و حرفاتان هم بد تفسیر شوه و نادیده گرفته شوه و مطلبتان به دست نیاید. بنابراین بسیار مهم است که شما وقت صحبت میکنین حالات در نظر بگیرین و سخن با مقتضای حالاتتان بیان کنین تا تاثیر خود داشته باشه. هر سخن جای و هر نقطه مکانی داره. استفاده استعاری از کلام. استعاره اصلا چیست؟ استعاره یک شکلی از بیان است که در روی یک کلمه یا یک شب یک جمله را به یک موضوع و یک به یک فکری دیگری که به طور عام با یک دیگر ارتباط ندارد ارتباط میده. یعنی به طور عام با یک دیگر مرتبط نیستند، ولی یک چیزی در مابین از اینها پیدا میکنه و با یک دیگرش ارتباط میده. این را استعاره میگن. بعضی از دانشمندان زبان باورشان همیست که دید ما از محیط ما، از جهان اطراف ما همیشه استعاری است. یعنی استعاره به ما کمک میکنه که فکر ما را بهتر بیان بکنیم، اشیا را چه قسم بشناسیم و چگونه بیان کنیم. امروز کلام استعاره‌ای در افکار و زبان ما بسیار نفوذ داره، بسیار اثر داره، یعنی بسیار کاربرد داره. استفاده درست عبارات مجازی باعث می شود که یک موضوع درست و بهتر، روشنتر بیان شود. زبان استعاره‌ای با فرهنگ هم وابسته است. بسیاری استعاره ها است که در زبان خاص، در جوامع خاص، معنای خاص دارد. اگر شما شنونده شما استعاره استفاده می کنه، شما باید آشنا باشین که منظور از او استعاره چی هست. و اگر از کلمه استعاره ای شما برای یک شنونده استفاده میکنین در برابر شنونده، باید شنونده شما استعاره شما را، استعاره ای که شما استعمال کردید او را بدانه، آشنا باشه. در غیر از او سخن شما برای از او بی مورد و بی معنا خواهد بود. مثلا شما یک کسی دیگری با یک زبان دیگر صحبت کنه که با او زبان ندانیم چی معنا داره، هیچ معنای درستی از او فهمیده نمیشه. خب بعضی درس به این نتیجه میرسیم که برای از اینکه ارتباط مؤثر برقرار شوه، استفاده مؤثر از زمان مهم است، برای از آموختن زمان هم مهم است، توانایی کسب توانایی استفاده از زبان است که یک مسلی را موفقیتش آشکار میکنم و ارتباطات که هر قدر شخصی باشه، یعنی فرد مستقیم باشه، فرصت را میکنه که افکار و تجربه و احساساتش گوینده به شکل پیغام معنادار به شنونده برسانه. سوی استفاده از زبان، سوی استفاده از کلمات برمیآید و بر فکر شنونده اثر میگذاره. فکر و زبان از هم جدایی ناپذیر نیست. چیزی را که فکر میکنین در زبانتان همون چیز بیرون، از زبانتان همون چیز بیرون میاد. وقتی شما برای بیان اندیشتان کلمات را استفاده میکنین، باید از کلمات مناسب باشه که اندیشه شما را شنونده برسانه و هر چی را که شما بیان میکنین این نمایانگری هست که چی نوع تفکر دارین، یا تفکر شما روشن است، گنگ است و مبهم است. لحاظا در وقت استفاده از زبان باید متوجه حرفایی را که در دو بخش بیان کردیم باشیم و اونها را در نظر بگیریم. چرا هدف ارتباطات و تفاهم همیست که سخنای گوینده را شنونده درست درک بکنه تا ای که یک حالتی با وجود بیاد که باعث حل منازعه شود. اگر کلام معنا را نرسانه، بی هدف باشه، ناکارآمد باشه، کاری را در رفع در حل منازعه انجام داده نمیتونه و در برقراری روابط ما بین طرف ها نقشی را بازی کرده نمیتونه.
کلمات به خود خود موضوع فکر نیستند، بلکه نشانه از اشیاء و افکارند که او کلمات ما و افکار ما را بیان میکنم. اگر معنای در کلمات وجود نداشته باشه، بالاخره در مردم معنا وجود داشته نمیتونه. لحاظا باید در این مورد از استفاده